خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، همگی شما خوش آمدید میگوییم به ورکشاپ وایرلس نتورکینگ. معمولا طبقی که مدیر سر برای شما گفتم، کسانی میتونن به این سمت ورکشاپ وایرلس اشتراک بکنن. کافی کردیم یا نه؟ کسانی میتونن به این سمت ورکشاپ وایرلس اشتراک کنن که باید با اساسات نتورک آشنایی کامل داشته باشن، چون ما نمیایم برای شما اینجا درباره DNS، درباره DCP، درباره خدمت شما عرض کنم IP ها این موضوعات زیاد تشریح نمیده، فقط نوع کانفیگوریشن رو برای شما چکار میکنه انجام بده. درسته؟ خب با بسم الله الرحمن الرحیم با شما شروع کرده. قبل از اینکه درس رو شروع بکنم یک معرفی از خودم کنم. نامم رامین محمدی هست، همچنین مدرس مایکروسافت، مایکروتی، کامتی آی سی کانسیل و سی دبلیو این پی هستم. کانتکت نمبر من هست، دوستانی که اگر خواست مشکلی داشتن من در خدمت هستم، بشه مشکل از اونها حل بکنیم، و همچنین پروفایل فیسبوک ما. خب سرتیفیکیشن هایی که انجام دادم در بخش مایکروسافت از سال 2014 که مایکروسافت رو خواندم، دورای NCSA و MCC هست. در سال 2020 سرتیفیکیشن های مربوط به آژور فاندامنتال و آژور ادمنستریتور و فعلا خودم NCT هستم، مدرس رسمی شرکت مایکروسافت هستم. در بخش سیسکو تنها فقط سرتیفیکیشن CCNR انجام دادم، در سال 2015 خوانده بودم، و در مایکروتیک تماما کورس های مایکروتیک رو کاور کردم و خودم مشاور شرکت مایکروتیک و همچنین ترینر مایکروتیک در افغانستان هستم که اولین ترینری هستم برای فعلا، چون تکنولوژی جدیدی هست و این تکنولوژی زیاد هم استفاده میشه، و تمام سرتیفیکیشن های مایکروتیکر کاور کردم در ایران. خب کورس های مربوط به کامپیار در بخش نتورک پلاس و سیکیوریتی پلاس هم تدریس میکنم و همچنین سرتیفیکیشن ها از اینا را انجام دادم از سال 2015 و سرتیفیکیشن سیکیوریتی در سال 2017. و در بخش CWMP متخصص وایرلس هستم، یعنی تقریبا ما حدودا 7 سال میشه که در بخش خود تکنولوژی نتورک کار میکنم و مدت 5 سال میشه که تدریس میکنم. اولین کورس هایی که شروع کردم به اول از نتورک بود و بعد از اون کورس های مایکروتیک بود، بعد از اون مایکروسافت با سیسکو و بعد از اون CWMP. CWMP در پاکستان خوندم. خب معمولا همگی شما با تاپینتون تکنولوژی شاید آشنایی داشته باشین و شاید هم بعضی کسای شما آشنایی نداشته باشه. خود تاپینتون تکنولوژی چی کار میکنه؟ چی هدف داره؟ خود تاپینتون تکنولوژی که هست ترنینگ های IT پروواید میکنه و همچنین در بخش ترنینگ خود پروژه های ICT هم کار میکنه. یعنی اگر فرض کنین در یک وزارت، ریاست یا جاهای بزرگ، مثلا سازمان های بزرگ باشه، اونا پروژه های نتورک داشته باشن، ما هم در بخش ترنینگ اونا کمک میکنیم و هم در بخش راه اندازی سرویس هایی که اونا میخواین در نتورک فعال بکنن. خود تاپینتون تکنولوژی از سال 2012 شروع به کار کرد و خود تاپینتون تکنولوژی اصل هدف از این بیشتر بر روی ICT سولوشن بود، یعنی برای اولین بار ICT سولوشن بود، ICT ترینینگ نبود. ICT سولوشن معمولا یک کمپانی هست که در بخش خود کسی که اگر خواسته باشه یک شبکه را اندازی بکنه در یک سازمان شبکه بزرگ گسترده، خود تاپینتون تکنولوژی در سال 2012 یه استارتر زد و بعد از او علاقه من به دوره های ترینینگ شد که در سال 2014 یک ترنینگ به خود وزارت مخابرات گفته بودن، چون وقت متخصصین در بخش نتورک خیلی کم بود، در سال 2014 خواسته بودن که یک ترنینگ از طرف تاپینتون ICT سولوشن برگزار شه و ما برگزار کردیم و همین انگیزه باعث شد که ما ICT ترنینگ خودم چکار بکنیم؟ ایجاد بکنیم. خب خود فوکس تاپینتون تکنولوژی بیشتر بر روی تکنولوژی های هسته که در بخش ورچوالایزیشن هسته، در بخش وایرلس هسته، سیکیوریتی هسته، روتین سویچینگ هسته، بخش ویدیو کنفرانس هسته
خدمت شما عرض کنم در بخش سرویس پرووایدر هست که تیم ما داریم که ما در بخش شرکت های اینترنتی یعنی یک شرکت اینترنتی میتونن درست بکنن در بخش آی تی ادیتینگ اپتیکال هاکینگ و آی تی سرویس منیجمنت تاپ انتون تکنولوژی هم در بخش ترنینگ و هم در بخش آی سی تی سولوشن کار میکنن. خب ولیویی که ما برای شما میدیم شما اگر بخواین در تاپ انتون تکنولوژی درس بخونید ما معمولا استادان با تجربه داریم که استادان ما از 4 سال شروع میشه تا به 10 سال ما استادان با تجربه داریم حتی کورس های کستومایز شده هم برای شما برگزار میکنه و فیس هم مناسب است اگر نسبت به کشورهای همسایه منطقه ببینید یا نسبت به دیگر کورس هایی که در کابل یا در دیگر ولایات هستن یا بیرون از کشور هستن فیس ما خیلی مناسب هست. به عنوان کریال کانسلتنت هم ما کار میکنیم. دوستانی که میان در تاپ اینتون تکنولوژی کورس های ما رو میخوانن ما این کمک رو برای از اونا میکنیم که اونا بتونن جاب چکار بکنن جاب برای خود پیدا بکنن. همچنین خود تاپ اینتون تکنولوژی بیشتر فوکس از این هست که همیشه سیمینار و ورکشاپ داشته باشه که ما سیمینارهای یک روزه داریم درباره یک تکنولوژی جدیدی که بیای ما درباره از این صحبت میکنیم و همچنین ورکشاپ های ما معمولا دیگه 10 ساعته است، 15 ساعته است، حتی 20 ساعته است. خدمت شما عرض کنم خود تاپ اینتون تکنولوژی که از 24 ساعته لابراتوار داره که شما میتونید به لابراتوار ما اکسس داشته باشین. تماما دیوایس های مربوط به راوتر، سویچ، سیستم های وایرلس، فایروال و غیر غیر دیوایس ها هست که شما اگر کورس های بخونید میتونید از لابراتوار ما استفاده بکنید و در قسمت جاب هم گفتیم ما شما کمک میکنیم. خب خیلی خلاصه میخوام زودتر خلاص کنم نمیخوام زیاد صحبت بکنم چون هدف ما این هست که زودتر 12 ساعت ما با شما درس میخوانیم مطالب کانفیگوریشن های زیادی هست که ما با شما کار بکنیم. فقط سری سه برند رو با شما معرفی میکنم. برند اولی خب گفتیم در سال 2012 وجود آمد و آی سی تی بود که بعد از ترنینگ شروع کرد و برند دوم ما که هست تاپ اینتون تکنولوژی لرنینگ که هست در بخش خود سیستم تکنولوژی لرنینگ آنلاین هست که اگر شما خواسته باشین کورس های آنلاین رو بخونین چی در کابل باشین که مشغله کاری زیاد باشه نتونین در تاپ اینتون حضور پیدا بکنین یا مثلا بیرون از ولایت بیرون از کابل باشین دیگر ولایت یا بیرون از کشور میتونین به این کورس های ما که در تاپ اینتون تکنولوژی لرنینگ هست دسترسی داشته باشین و همچنین کسانی هم که خواسته باشن میتونن حتی پکیج های آموزشی ما به صورت مالتی میدیا از خود تاپ اینتون تکنولوژی لرنینگ از وبسایت یا به دست بیاورن. و خدمت شما عرض کنم که بعد از این تاپ اینتون تکنولوژی که سنتر داره ما خود ما پارتنرشیپ خود شرکت بی وی پرسنل هستیم که معمولا 7 سال پارتنرشیپ هستیم که داریم کار میکنیم. اگر کسی خواسته باشه بعضی از کورس های سیسکو، مایکروسافت، مایکروتیک، بیسیکام سیل سانس و غیره غیره کورس ها بخونه میتونه در تاپ اینتون تکنولوژی سنتر امتحان های آنلاین خود بده. ما یک برند دیگه هم داریم که بلند نیاوردم تاپ اینتون تکنولوژی انگلیش هست که شما جدیدان فعال شده تقریبا یک بار میشه که فعال شده. شما حتی خواسته باشه میتونیم بیان کورس های انگلیسی هم در خود تاپ اینتون تکنولوژی بخونیم به سری ادوانس هست و همچنین کورس های مربوط به تابل هم هست، آیلتس هم هست و غیره غیره کورس های انگلیسی که باز دیپارتمنت انگلیسی ما بهتر میتونیم. خب خود تاپ اینتون که از پارتنرشیپ شرکت سیسکو، مایکروتی، دیوی پرسن و مایکروسافت هست. فلان ما مایکروسافت که از سلور هستیم و فلان داریم تلاش های زیادی میکنیم و با مایکروسافت همکاری داریم تا بتونیم گولد مایکروسافت در ما به دست بیاریم. گولد پارتنری مایکروسافت. خب دوستان عزیز کورس هایی که ما برای شما پروواید میکنیم تماما ای کمپانی ها هسته که شما البته از اینا زیادتر هسته مربوط به شرکت ایزی کانسیل هسته که در بخش سیکوریتی هسته مربوط به شرکت کانتیا هسته که مربوط به کورس های پلاس میشه سیکوریتی پلاس و نتورک پلاس بخش مایکروتیک هسته که تکنولوژی جدید هسته که امروزه خیلی اشخاص به این تکنولوژی علاقه مندی دارن بخش سیسکو هسته که همگی شما معلومات داریم بخش مایکروسافت هسته در بخش سیستم انجینیر دیگه کورس های مربوط به آی سی دی ال هسته
که شما میتونید کورس‌های زیدین بخش مجدادسازی هست که تکنولوژی جدیدی هست که امروزه بیشتر سازمان‌ها رو به این تکنولوژی آوردن بیمبر کورس‌های واوی در بخش تلکام تدریس میکنیم و همچنین دیوایس‌های جیمیپر در بخش سکیوریتی سیستم های لاینوکس که هست خدمت شما عرض کنم کورس‌های مربوط به الپیک و ریت هات تدریس میشه کورس های مربوط به ISP بیلدینگ اگر کسی خواسته باشه یک ISP بسازه که هم کل کابل اینترنت بده و رید هات هم هست خب سوال ندارین دوستان؟ باشه باز من برای شما موضوع مایکروتیک رسیدیم باز برای شما تشریح بدم درسته؟ چون حالا فعلا موضوع ما نیست یک کمی در موضوع بوم میشه برای خب قبل از اینکه دوستان ما درس رو شروع کنیم باید یک بار هم یه آوتلاینر ما برای شما نشان بدم که در هدف شما معلوم میشه که شما این مدت 4 روزی که روزی 3 ساعت میایین به این ماه مبارک رمضان با این دن روزه وقت میگذارین آیا به درد شما میخوره این ورکشاپ نمیخوره چی قسم هست درسته؟ خب این آوتلاینر پرینت میکنم برای شما میدن معمولا کورسی که شما میخوانین وایرلس ادوانس وایرلس نتورکینگ هسته که 30 درس هسته 12 ساعت و 4 روز هسته مدرسم که دوباره تکرار میکنم نام رامین محمدی هسته که تدریس میکنم این ورکشاپ شما شداله میبینیم هم میگه شما خب دوستان جلسه اول موضوعاتی که شما میخوانید درباره وایرلس تکنولوژی هست که ما درباره تکنولوژی وایرلس آشنایی پیدا میکنیم در مورد رادیو فرکانسی هست که ما فرکانسی ها آشنایی پیدا میکنیم ولی خیلی دیپ نمیرم روی سر این موضوعات چون اگر ما دیپ بریم دیگه باز درس کار پرکتیکال ما میمونه اگر خواسته باشیم در روی فرکانسی ما صحبت کنیم درباره وایرلس باید 10 ساعت فرکانسی بخونیم خلاصه شما رو آشنایی میدم آنتن ها رو میشناسین آنتن های ایندور و آوتدور رو میشناسین که شما در ساعت یک بازار میرین در یک خانه میرین مثلا در ساعت بازار میرین همین 4 اطراف شما فعلا همین آنتن هست نه ببینید آنتن های شرکت مخابراتی هست از دور ببینیم بخوایم که مو آنتن بری چی هست و مو آنتن چی سرویس ها ارائه میده درسته درباره وایرلس استاندارد ها آشنایی پیدا میکنه با سرویس پرووایدر ها یا ایس پی ها آشنایی پیدا میکنه سیکیوریتی وایرلس معمولا یاد میگیریم و بعد از اون بریم کانفیگوریشن مربوط به درس شما از اینجا از کانفیگوریشن شروع میشه که مربوط به راوتر وایرلس و اکسس پوینت های لینسز تی پی لینک و دی لینک هسته که شما با اینا ما اینا با شما کانفیگوریشن میکنیم که تماما چند مود داره 5 مود داره که برای 5 مود با شما کانفیگوریشن میکنه خیلی خلاصه دوستان برای شما بگم بعد از اون ما بیشتر هدف فوکس ما این است که ما ببینیم دوستان این راوترها خب دیفالت کانفیگوریشن آماده هستن اینا تی پی لینک هست بعدا درباره این راوترها برای شما زیادتر تشریح میدم راوتر وایرلس ها اینا خب دیفالت کانفیگوریشن آماده هست فقط چیکار میکنن میان یک اینترنت کار میکنن و کیبل میکنن من برای شما میخوام تکنولوژی یاد بدم که شما در هر جای برین فقط با همین کورس و ورکشاپ میتونه اون مشکلات آی تی چطور بکنه برطرف کنه تکنولوژی مایکروتیک یک تکنولوژی جدید است که ما میایم چطور میکنیم وایرلس از این فهم میکنیم و تماما امکاناتی که خود از این دیوایس داره برای شما چطور میکنه کانفیگوریشن میکنیم و سرویس ها پروواید میکنه که این سرویس ها بر روی کلاینت ها چطور میشن اساین میشن واضح شد کسی هست بین شما که مایکروتیکر خوانده باشه و آشنایی داشته باشه یا نه بله بسیار کم اسم رو شنیدین یا کار کردین درسته برای شما دوستان
این تکنولوژی مایکروتیکر بیشتر فوکس مایی